صدها نفر از مردم بنگلادش در اعتراض به عملکرد دولت در تعقیب و دستگیری مسببان حادثه آتش سوزی در کارگاه نساجی به خیابان‌ها آمدند و با پلیس درگیر شدند. اتحادیه کارگری نیز از کارگرها خواستند تا روز یکشنبه در اعتراض به شرایط بد کاری دست به اعتصاب بزنند. این در حالی است که تاکنون دو نفر از صاحبان کارگاه‌ها و نیز دو مهندس ساختمان دستگیر شدند و پلیس در جستجوی صاحب ساختمان است. صاحبان کارگاه‌ها و نیز یکی از مهندسان روز شنبه در برابر دادگاه حاضر و تفهیم اتهام شدند. به گفته دادستان، اتهام صاحبان عدم تعطیلی کارگاه‌ها در پی مشاهده شدن ترک‌هایی در دیوار ساختمان و اتهام مهندسان عدم هشدار این خطر بوده. در این حادثه تا کنون بیش از 350 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 1200 نفر نیز مجروح شدند. علاوه بر این، شماره مفقود شدگان به بیش از 900 نفر رسیده است. در این ساختمان 8 طبقه بیش از 3000 نفر که اغلب آنها زن بودند در کارگاه‌های تولید پوشاک اشتغال داشتند. یکی از کسانی که همسرش در این کارگاه کار می‌کرد می‌گوید تنها چند دقیقه پیش از حادثه با هم تلفنی صحبت کردیم. او زنده است. بیش از 4500 کارگاه تولید پوشاک در بنگلادش وجود دارد که تولید اغلب آنها به سفارش مارک‌های مشهور لباس در کشورهای غربی است. فرگر میدیه زادیل باله.